این هفته زبان آموزی با سریال شهرهای آینده و زشتی‌های آنلاین سیاست. آخره سال گذشته میلادی انتخابات سراسری بریتانیا برگزار شد و حدود 45 میلیون نفر به برنامه مطلوبشون برای آینده این کشور رأی دادند. اما آیا عامل تعیین کننده برگزیت بود یا نظام درمانی همگانی بریتانیا؟ هرچه بود به نظر میاد انتخاباتی بود که در اون بعضی از خطوط سنتی و حزبی بریتانیا شکست شد. یکی از مسائل همیشگی در انتخابات برچسب زدن و حمله به نامزدهاست. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اخیراً زیاد دیده میشه، به خصوص در توییتر و مختص غرب هم نیست، در فضای توییتر فارسی هم اخیراً مشابهش رو زیاد میبینیم. ما به بهانه همه پرسی برگزیت که اخیراً در بریتانیا انجام شد، رفتیم سراغ بررسی این موضوع. گزارش کال میلر رو ببینیم. مثلا گفتن که من خائنم، پلیدم. خیلی از حرفایی که میزنن زن ستیزانه است. ما از جانب بعضی از افراد تهدید به خشونت و حتی تهدید به مرگ شدیم. بعضی لحظه‌ها بوده که از شدت و سطح تهدیدها دچار حمله عصبی شدم. همه جور انگی به نامزدها میزنند، از سگ دروغگو گرفته تا متقلب و خائن. تهدید به مرگ هم کم نیست. اینها بخش کوچکی از حدود 330 هزار توییت توهین آمیزیه که نامزدهای انتخابات سراسری بریتانیا در کارزار امسال دریافت کردند. قصد من این بود که موارد توهین و آزار رو دقیق بررسی کنم، ببینم حجمش واقعا چقدره. برای این کار رفتیم سراغ مؤسسه دموس و ازشون خواستیم ابعاد و ماهیت آزار و اذیت آنلاین در این انتخابات رو برامون با عدد و رقم در بیارن. این آقای جاشه. جاش یه الگوریتم نوشته که میلیون ها توییت رو میگرده و اونهایی رو که توهین آمیزه و مخاطبش نماینده های دوره پیش پارلمانه که این دوره هم نامزد شدن پیدا میکنه. اما الگوریتم باید قبل از اینکه توییت ها رو بررسی کنه تعلیم ببینه. بنابراین جاش داره به سویلا از بچه های تیم کلیک یاد میده که برای تعلیم الگوریتم کمکش کنه. مهمترین بخش کار اینه که تصمیم بگیری چی توهین‌آمیزه و چی نقد منصفانه و اینجاست که قضاوت شخصی ناگزیر وارد فرایند تشخیص میشه. در واقع خاصیت این الگوریتم اینه که کمک میکنه بگیم در حال حاضر در دموکراسی بریتانیا این توهین محسوب میشه. الگوریتم حدوداً 70% دقت داره و فقط نامزدهایی رو بررسی میکنه که دور پیش نماینده بودن، ولی بعد از چند هفته بررسی نتایج حیرت انگیزی از این تحقیق در اومد. حدود 334 هزار توییت، یعنی تقریباً 7% کل توییت هایی که اسم این نامزدها توش اشاره شده بود توهین آمیز بود، یعنی حدوداً 10 توهین در هر دقیقه در تک تک دقایق کارزار انتخاباتی. و بسیاری از توهین هایی که به نماینده ها می شد به خاطر نژاد یا جنسیت یا موضعشون در قبال برگزیت بود. اما سوال اینه که چرا این رفتار زننده اینقدر رشد کرده؟ بعضی محقق ها معتقدن عامل اصلی گروه های منسجم یا افراد ناراضی هستند، آدم هایی که احساس میکنن در بدنه اصلی سیاست جایی ندارن، ولی به لطف رسانه های اجتماعی میتونن به مراتب راحت تر از قبل وارد فضای گفتگوی عمومی بشن. نفرت پراکنی یکی از تاکتیک هایی که سازمان ها و اشخاص مختلف ازش استفاده می کنند. نقطه اشتراک همشون اینه که دنبال اینن که کسی جوابشون رو بده و ما چه به عنوان جامعه چه در قالب فردی بهشون جواب دادیم، خیلی بیش از اون چه باید بهشون بها دادیم، و نتیجه این شده که در این انتخابات برای اولین بار می‌بینیم بعضی بازیگران سیاسی هم از این شیوه ها برای جلب مخاطب بیشتر در رسانه‌های اجتماعی استفاده کردند. سه موضوع اصلی که در توهین ها طرح شده صداقت و شعور و اتهام خیانت. نکته عجیبی که از صحبت با جاش متوجه شدم این بود که رهبران احزاب اصلی هدف اصلی توهین نبودند. دست کم اگر نسبت توهین به کل توییت هایی که خطاب بهشون نوشته شده رو ملاک بگیریم. بوریس جانسون ته ته لیسته. جرمی کوربین اصلا توی لیست نیست. موضوع فقط مال یه حزب نیست ظاهرا، درسته؟ بله، ماجرا به مراتب عمیق‌تر از حمله های منفرده.
یکی از نامزدهایی که خیلی بهش توهین شده ایان دانکن اسمیته. این پایین لیست اسمش هست. فوش هم زیاد خورده. جالب اینه که اگر سفید باشی احتمال این که بهت فوش بدن یا بهت بگن خائن بیشتره. واضحه که اون طرف همه این حمله ها و توهین ها یه سری آدمن. رفتم حوزه انتخاباتی ایان دانکن اسمیت ببینم نظر خودش چیه. میگفت روش او اینه که اصلا جوابشون رو نمیده. مشکل در دوران انتخابات اینه که این جریان تقویت میشه به خاطر اینکه میگن ما همه از هم بیزاریم. در حالی که اینطور نیست. من از حزب کارگر بیزار نیستم. کلی دوست در حزب کارگر دارم. مشکل اینترنت اینه که حتی خشم اندک رو هم تشدید میکنه. به این علت که آنیه، لحظه‌ایه و به شخص احساس رضایت میده. شبیه ماده مخدره. البته توهین فقط آنلاین نیست. فردای این مصاحبه به دفتر آقای اسمیت آسیب زدند. در مرکز تحقیقاتی یک نقشه بزرگ از توهین‌ها آماده کردند. این نقشه توهین هاست. هر نامزدی که مورد توهین قرار گرفته به کسانی که بهش توهین کردن وصل شده. هرچه توده های دور یک نامزد بزرگتر باشه، یعنی تعداد کسانی که پیغام توهین آمیز براش میفرستن بیشتره. روی این نقشه هم معلومه که شاخص‌ترین سیاستمدارها به خصوص بوریس جانسون و جرمی کوربین و البته بعضی دیگه تقریبا یک گروه اختصاصی دارن که فقط به اینها حمله میکنن. توی این نقشه طرفدارهای برگزیت صورتی‌اند و مخالفانش سبز. هر دو گروه با عصبانیت دور رهبران دو حزب اصلی رو گرفتن. کسانی که نامزدها رو به بی صداقتی متهم کردن با نقطه قرمز مشخص شدن. اونهایی که انگ خیانت بهشون زدن با نقطه خاکستری. کسانی که به خیانت متهم شدن معمولاً از حزب‌های کوچکترند، به علاوه حزب کارگر. یکی از غیرمنتظره‌ترین نتایج تحقیق این بود که دست کم روی توییتر مردها بیشتر پیغام توهین‌آمیز گرفتن تا زنها. البته این به این معنی نیست که پیغام‌هایی که گرفتن بدتر یا تهدیدآمیزتر بوده. طبیعتاً اینها جریان‌های کلیه و تجربه شخصی هر نامزد فرق می‌کنه. مثلا آنجلا اسمیت هم به خاطر صداقت بهش حمله شده و 4 برابر بیش از میانگین نامزدها بهش گفتن خائن. این می‌تونه به این خاطر باشه که اخیراً حزبش رو عوض کرده و به حزب لیبرال دموکرات پیوسته، ضمن اینکه علیه برگزیت رأی داده. اکثریت رای دهندگان حوزه انتخابی خانم اسمیت به برگزیت رای داده بودند. او میگه همه جور توهینی شنیده، از یهود ستیزی تا زن ستیزی. من بیشتر توییت‌های توهین‌آمیز رو نمیخونم که دیوونه نشم. فکر نمی‌کنم هیچ کس بتونه با این همه توهین سر کنه. خشم پشت این توییت‌ها رو میشه حس کرد. خشمی که با حروف بزرگ ادا می‌کنن. حالت تهاجمیشون جداً ترسناکه. به نظر میرسه اگه از حزب جدا بشی یا سر موضع در برگزیت که اختلاف برانگیزترین مسئله است بیستی، کلی دشمن آنلاین برای خودت میخری. نکته دیگه ای که دوست داشتم بدونم این بود که آیا توهین ها با توجه به قومیت نامزدها تفاوت میکنه یا نه؟ نکته ای که ما متوجه شدیم اینه که اگر نامزد آسیایی یا خاورمیانه‌ای یا سیاه پوست باشی احتمال اینکه بهت بگن احمق یا به شعورت توهین کنن بیشتره. نمونه بارزش دیوید لمیه که به خاطر صداقت و هوشش کلی توهین و فحش شنیده. اوایل کارزار انتخاباتی دیوید لمی در مورد گزارشی که تحت نظر خودش تهیه شده بود توییت کرد. موضوع گزارش آمار بالا و نامتناسب زندانی‌های سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی در زندان‌های بریتانیا بود. واکنش‌ها به این توییت طوری بود که حتی لمی که توهین آنلاین زیاد شنیده جا خورده بود. بعضی لحظه‌ها بوده که از شدت و سطح تهدیدها دچار حمله عصبی شدم. از میزان توهینی که می‌دیدم حیرت زده شده بودم. به نظرم نشون میده فضا چقدر مسموم شده. بیشتر توییت‌های توهین‌آمیزی که در مورد من می‌نویسن بر مبنای کلیشه‌های عمیقاً نژادپرستانه است. کلیشه‌ای در مورد احمق بودن سیاها، در مورد تن‌پرور بودن سیاها و عباراتی که کلمه کاکا سیاه توش به کار رفته. در مجموع نتیجه این تحقیق چی بود؟ اول از همه ابعاد ماجرا. هر دقیقه از هر روز کارزار انتخاباتی 10 تا توهین آنلاین منتشر شده. این توهین‌ها در گرایش‌های مختلف سیاسی بوده و بعضاً ماهیتشون با توجه به اینکه نامزد کی بوده و چی گفته بوده تعیین شده. و البته توهین فقط مختص توییتر نیست و فقط در مورد سیاستمدارها اتفاق نمیافته. با توجه به اینکه سیاست روز به روز دیجیتال تر میشه، چی کار میشه کرد که اینقدر خشم درش نباشه؟ این
هفته مایکروسافت کار عجیبی کرد. یعنی چند روز بعد از اینکه اعلام کرد دیگه برای سیستم عامل 10 ساله ویندوز 7 آپدیتی وجود نخواهد داشت، برای بار دوم آپدیتی رو به اسم آخرین آپدیت ویندوز 7 منتشر کرد. بریتانیا تصمیم گرفت با وجود فشار آمریکا از فناوری هواوی در شبکه‌های 5G خودش استفاده کنه. اما این استفاده محدود و دسترسی این شرکت غول‌آسای چینی به بخش‌های حساس شبکه‌های 5G بریتانیا ممنوع خواهد بود. 15 تیم فوتبال آمریکایی NFL مورد حمله گروه هکرهای Our Mind قرار گرفتند. این گروه اعلام کرد که حساب‌های توییتر و فیسبوک این تیم‌ها را هدف قرار داده تا نشون بده امنیت اینترنت به گفته اونها هنوز پایینه و نیاز به بهبود داره. پلیس در لندن اولین دوربین‌های عملیاتی تشخیص چهره خودش رو فعال می‌کنه. این در حالیه که گروه‌های فعال حقوق بشر با دیده شک و تردید به این کار نگاه می‌کنن. پلیس میگه هوش مصنوعی این دوربین‌ها مظنونان جنایات جدی رو با دقت 70% شناسایی می‌کنه. اما یک سازمان دیدبان قبلاً هشدار داده بود که دقت این دوربین‌ها بسیار کمتره. اندیمیک کریشن از سازندگان بریتانیایی بازی‌های کامپیوتری به کسانی که گیمی به اسم شرکت تاون یا پلیک اینک رو بازی می‌کنن هشدار داده، چرا که متوجه شده به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین محبوبیت این بازی خیلی بالا رفته. این استودیوی سازنده گیم به هواداران یادآوری کرده که درست بازی شرکت تاون واقع گرایانه است، اما کسانی که نگرانی از این ویروس دارند باید به سازمانها و مقامات رسمی بهداشت مانند سازمان بهداشت جهانی مراجعه کنند. و خبر آخرین که بازی‌های قدیمی مثل استرویدز ممکنه دوباره برگردن، چون آتاری سازنده قدیمی بازی وارد عرصه هتلداری شده. ساخت اولین تولید این شرکت امسال در ایالت آریزونای آمریکا آغاز خواهد شد و وعده داده شده که اقامتگاه‌هایی با فضای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را در کنار استودیوهای استریمینگ یا پخش بازی ارائه خواهد داد. بزرگسالان حدوداً 15,000 واژه انگلیسی بلدند. این تعداد برای کودکان 8 ساله به طور متوسط 6,000 واژه است. تعداد لغاتی که یک فرد مهاجر بلدم به طور متوسط به اندازه یک بچه 8 ساله انگلیسی زبانه. هرچه تعداد این لغات بیشتر باشه، وقت پیدا کردن کار و زندگی بهتر مهیاتر خواهد بود. کسی که انگلیسی زبان دومشه در مکالمات روزمره با اصطلاحاتی برخورد میکنه که اصلا ازش خبر نداره. آدم میتونه برای خودش حدسایی بزنه، اما خیلی وقتها جان کلام منتقل نمیشه. اگه میشد واژه ها رو بر اساس میزان مفید بودنشون آموخت، کار خیلی ساده تر میشد. اپلیکیشن های زیادی برای یادگیری لغات بیشتر وجود دارند، اما ورداپ اپلیکیشنی که واژه ها رو بر اساس اهمیت و مفید بودنشون در مکالمات روزمره مرتب کرده تا بهتون پیشنهادشون بده. با استفاده از پروگرامینگ و حالا روش نرم افزاری هزاران فیلم و سریال و نمیدونم کتاب و اخبار و اینا رو اومدیم پروسس کردیم و شمردیم که هر کلمه‌ای که تو زبان وجود داره چقدر داره استفاده میشه و اینا رو در واقع ترتیب چیدیم بر اساس اون. اول خب فکر کردیم از کتابا استفاده بکنیم، ولی دیدیم که اون زبانی که تو کتاب به صورت نوشتاری استفاده میشه فرق داره با اون زبانی که محاوره‌ای آدم‌ها استفاده می‌کنن. درنچه بیشتر تحقیق کردیم، دیدیم که بهترین منبع براش متن فیلم‌ها، سریال‌ها، چون اون کسایی که دارن این متن‌ها رو می‌نویسن برای اینکه خیلی طبیعی باشه سعی می‌کنن از اون گفتگویی که آدم ها واقعا انجام میدن استفاده کنن، ولی کسی که داره کتاب مینویسه خیلی دنبال این نیستش که خیلی طبیعی باشه متن. قبل از هر چیز شما واژه هایی رو که بلدید از اونایی که بلد نیستید جدا میکنید. با این کار در واقع نقشه اختصاصی از سطح دانشتون تهیه میکنید. با توجه به این اپلیکیشن دقیقا میدونه که چی رو بهتون یاد بده. وقتی که نوبت به یادگیری هر واژه میرسه میشه معناش رو به ده ها زبان درخواست کرد. البته این فقط معناش نیست که بهتون نشون داده میشه. افزون بر این کاربرد کلمه مورد نظر رو در فیلم و سریال و ترانه میتونید ببینید و بشنوید. بعد از اینکه به اپ گفتید که اون لغت رو به خاطر سپردید، وردا ولتون نمیکنه و روزهای بعد میاد سراغتون و اون لغت رو ازتون بارها و بارها میپرسه
و این کار انقدر تکرار میشه که واژه مورد نظر بره توی حافظه بلند مدتتون. ورد اپ فعلا 20,000 تا لغت داره که بیشترین کاربرد رو در زبان روزمره دارن و قراره در آینده به چیزی بیش از یک برنامه یادگیری واژگان تبدیل بشه. برای مثال برنامه‌شون اینه که در آینده زبان آموزان رو با کسانی که انگلیسی زبان اولشونه وصل کنند. مثلا از افراد مسن انگلیسی زبان برای آموزش استفاده کنند تا اونا هم در راستای سلامت ذهن تعامل اجتماعی بیشتری برقرار کنند. ساخت نسخه مناسب کودکان هم از برنامه‌های دیگه شونه. همونطور که ما ورداپ رو بیشتر استفاده کردیم و بیشتر دیدیم استفادهش رو توسط بقیه یوزرها، متوجه شدیم یه سری رده های سنی و رده های خاص یوزرها هستن که ما بهش فکر نکرده بودیم. مثلا بچه های که انگلیسی هستن، یعنی زبان اولشون انگلیسیه، اینا همونجور که مثلا ما توی مدرسه فارسی ادبیات میخوندیم و لغات جدید یاد میگرفتیم، اینا هم طبیعتاً تو مدرسه لغات جدید یاد میگیرن و پدر مادرهاشون به ما فیدبک میدادن که این اپ خیلی خوبه برای بچه ها اگه ما بتونیم ورژن مخصوص بچه ها درست کنیم. اینطور که بنیانگذاران ورداپ میگن، استقبال ازش زیاد بوده و کلی کاربر از جاهایی پیدا کردن که اصلا بهش فکرم نمی کردن. یه مارکتی که ما اصلا بهش فکر نکرده بودیم در ابتدای قضیه چین بود، به خاطر گستردگی جمعیتش و میزان سرمایه گذاری که تو یاد گرفتن زبان انگلیسی دارن میکنن. همینطور آمریکای جنوبی به خاطر کمبود فرصت‌های شغلی و شرط اقتصادی که دارن، دونستن زبان انگلیسی در حد کاربری فرصت‌های شغلی که برشون ایجاد میکنه خیلی زیاد میکنه. بس پیرامون تغییرات اقلیمی تو یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرده. اخیراً اتحادیه اروپا هم وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کرد. در این فضا که گفتمان غالب متمرکز شده روی فاجعه پیش رو، فیلمسازی به نام دیمن گمو به ماجرا از زاویه متفاوتی نگاه کرده. The power of innovation, imagination, creativity, this is within all people. فیلم در واقع نامه ایست از من به دختر 6 سالم. دارم بهش میگم اگر بهترین راه حل‌های موجود رو به کار ببندیم، دنیا در سال 2040 چه شکلی میشه. اسمش رو میذارم نوعی رویا پردازی مبتنی بر واقعیت. هرچه که در آینده بهش نشون میدم باید در حال حاضر هم وجود داشته باشه و به نوعی عملی و قابل گسترش باشه. فیلم 2040 پر از احتمالات مثبته. از آینده‌ای که روی سقف همه خونه‌ها انرژی خورشیدی تولید میشه و این انرژی بین خونه‌های مختلف مبادله میشه. حیوان‌ها و غلات مختلف در زمین‌های زراعی کوچیک پرورش داده میشن. حاصلش میشه خاکی سالم‌تر و ریشه‌های عمیق‌تر که هم دی‌اکسید کربن رو زیر زمین حبس میکنه، هم آب بیشتری رو توی زمین نگه می‌داره. دیمن معتقده پیام‌های منفی و سراسر ترس و استراب باعث میشن بخش‌های مربوط به حل مسئله در مغز تعطیل بشن و طبعاً چنین چیزی وقتی که باید برای عبور از بحران تغییرات اقلیمی چاره پیدا کنیم مفید نیست. وقتی فقط یه طرف داستان رو میشنویم بعضی‌ها قفل می‌کنیم. در نتیجه من فکر کردم اگر قرار زنگ خطر رو بزنی باید راه فرار رو هم به مردم نشون بدی. All the cars that your mum and I ever owned were stranded assets, meaning that 96% of the time they were parked or unused. در دنیای 2040 دیمن، ماشین‌های خودران آدم‌ها رو جابجا می‌کنند و چون همیشه در حال جابجایی‌اند، کلاً نیازی به جای پارک نیست. مهمتر این که لازم نیست هر خانواری خود رو داشته باشه. در نتیجه تعداد خودروها به مراتب کمتر میشه و این به این معناست که بخش بزرگی از شهرها رو میتونیم دوباره به فضای سبز تبدیل کنیم یا حتی در پارکینگ های متروک خوراکی پرورش بدیم. شاید هیجان انگیزترین راه حلی که در فیلم پیشنهاد میشه خزه یا علف دریاییه. تقریبا همه قبول دارن برای اینکه روند گرم شدن دنیا رو کند کنیم باید مقادیر عظیمی دی اکسید کربن رو از جو و از اقیانوس‌ها جمع کنیم. از قضا خزه برای فرایند جداسازی کربن عالیه. خزه بین تمام ارگانیسم‌های جهان سریع‌ترین نرخ رشد رو داره. در یک روز 0.5 متر رشد می‌کنه و می‌تونه تا 50 متر بزرگ بشه. این به این معناست که فرایند جذب کربن رو حتی سریع‌تر از درخت انجام میده.
becomes a platform for the seaweed to grow on. It sits just below the surface and sinks lower as the seaweed grows and gets heavier. The seaweed can be regularly harvested and used for a range of purposes. یک علت افزایش آلاینده ها و کاهش سریع منابع طبیعی مصرفگراییه که روز به روز بیشتر شده. یک علت دیگه هم رشد سریع جمعیت جهانه و اتفاقا دیمن در فیلمش در این مورد که کمتر بهش پرداخته میشه هم حرف میزنه. هر سال حدود 100 میلیون دختر در دنیا به دلایل مختلف ترک تحصیل میکنن، یا به دلایل مذهبی یا برای کار. و اگر یک دختر درسش رو تموم کنه و به خدمات سلامت تولید مثل دسترسی داشته باشه و موقعیت شغلی براش فراهم باشه، خودش تصمیم میگیره کی بچه دار شه و چند تا بچه داشته باشه. در این حالت میانگین تعداد بچه حدود 2ه، ولی اگر ترک تحصیل کنه میانگین تعداد بچه‌هاش 5 یا 6 میشه. به همین خاطر سازمان ملل متحد میگه تفاوت این دو حالت تا سال 2050 چیزی حدود 1 میلیارد و 100 میلیون نفره که تأثیر عظیمی بر منابع طبیعی میذاره. در نتیجه توانمندسازی زنان و دختران عالیه و باید به هر حال انجام بشه. ولی این خاصیت اضافی رو هم داره که روی منابع طبیعی و میزان آلاینده‌ها هم تأثیر میذاره. بیشتر گوشی‌های هوشمند جدید دوربین‌های قوی دارن و ادعا می‌کنن که در تاریکی و نور کم معجزه می‌کنن. اما کار کدومشون بهتره؟ تو این گزارش چند تاشون رو بررسی می‌کنیم. اومدیم مرکز شهر لندن که سه تا از جدیدترین دوربین‌ها رو امتحان کنیم ببینیم در نور کم چطوره. هواوی میت 30 پرو، آیفون 11 پرو و گوگل پیکسل 4 هر سه مدعی هستند که در شب عکس میگیرن. ولی کدوم بهتر از بقیه عکس میگیره؟ برای مقایسه با آیفون 7 پلاس سال 2016 هم عکس میگیریم که ببینیم دوربین موبایل ها چقدر پیشرفت کرده. اولین منظره ای که میخوام امتحان کنم این پله. میخوام منظره شهر رو در شب با هواوی میت 30 پرو بگیرم. هواوی میگه حسگر دوربین هاش 125% از آیفون 11 پرو مکس بزرگتره و نور بیشتری میگیره و در نتیجه عکس‌هاش بهتر در میاد. اما ببینیم نتیجه چی شد. هر سه دوربین عکس‌های تمیز و شفافی از منظره شب گرفتن. عکس هواوی میت 30 پرو کمی شفافتر شد ولی رنگ‌ها بی‌حال‌تر بودن. عکس آیفون 11 پرو از نظر رنگ بهتر بود ولی شفافیت هواوی رو نداشت. عکس پیکسل رنگش از بقیه بهتر بود و آسمون رو آبی‌تر از اون چیزی که در عکس‌های دیگه دیده بودیم درآورده بود. ولی در نهایت به نظرم فرقشون قابل ملاحظه نبود. هر سه عکس‌های قشنگی شدن. عکس بعدی رو کنار رودخونه گرفتیم. از چرخ و فلک بزرگ لندن موسوم به لندن آی. سویلا با گوگل پیکسل 4 عکس گرفت. گوگل میگه ویژگی کارش عکاسی کامپیوتریه. به این معنی که تعداد زیادی عکس میگیره و با کمک هوش مصنوعی عکس ها رو ترکیب میکنه که ایراد هاش رو رفع کنه. در نتیجه باید تکون نخورم. عکس هر سه دوربین پرنورتر از عکس آیفون 7 پلاسه. این بار هم عکس میت 30 پرو شفافتر از بقیه به نظر میاد. اگه صورتم رو نگاه کنین کاملا شفافه و کلی از جزئیات لباسم رو هم گرفته. عکس پیکسل 4 هم شفاف بود و به نظرم ترکیب رنگش قشنگتر بود. فکر کنم اگه من بودم اینو میذاشتم روی اینستاگرام. توی این منظره به نظرم آیفون 11 پرو خیلی خوب نبود. جزئیات لباسم رو نگرفت و رنگ ها خوب در نیومد. با اینکه چند بار امتحان کردیم و عکس گرفتیم. وقتی آیفون 11 پرو به بازار اومد، اپل گفت توی رستوران ها و بارهای کم نور عکس های شفاف میگیره. اومدیم یکی از بارهای کم نور و معروف لندن، گوردون بار. اینجا نور بیشتر شمه. ببینیم چی میگیره. تفاوت آیفون 11 پرو اینه که لازم نیست بذارمش روی حالت شب. خودش به محض اینکه حس کنه تاریکی میره روی این حالت و میگه دستتو تکون نده که چند تا عکس بگیره و به هم بچسبونه. درست مثل پیکسل 4. هر سه دوربین عکسی گرفتن که با گوشی‌های دو سه سال پیش غیر ممکن بود. باز هم مثل عکس‌های قبل میت 30 پرو روشن‌تر و شفاف‌تر بود. آدم باورش نمیشه این عکس با نور شمع گرفته شده. و باز هم مثل عکس‌های قبل رنگ پیکسل 4 به نظرم قشنگ‌تر بود. و باز هم جزئیات در عکس آیفون 11 پرو به نسبت اون دوتا کمتر بود. اما احتمالاً سخت‌ترین عکس اینجا توی پارکه. اومدیم پارک سنت جیمز. خیلی تاریکه. هیچ نوری نیست. ببینیم اصلا چیزی میتونن بگیرن یا نه. امیدوارم این وسط با چند هزار دلار موبایل که دستمونه دزد نیاد سراغمون. ببینیم چی میشه.
انگار روزه. واقعا عجیبه که هر سه عکس تقریبا تمیزی در تاریکی میگیرن. البته اگه زوم کنین معلومه که هیچ کدوم شفاف نیستن، ولی نکته همینه. موبایل های جدید همه در تاریکی مطلق عکس هایی میگیرن که انگار در روز گرفته شده. واقعا جالبه که دوربین موبایل چقدر در چند سال گذشته پیشرفت کرده، عمدتا به خاطر سخت افزار جدید و البته به لطف نرم افزارهای پیشرفته. ولی راستش بعضی از این عکس های شب به چشم من مصنوعی می اومد. به نظرم بعضی عکس هایی رو که روی حالت شب نگرفتیم قشنگتر و طبیعی تر بود. آزمون اصلی توی تاریکی مطلق پارک سنت جیمز بود. اونجا دیگه واقعا عکس هایی که گرفتن عجیب بود. اینکه این خاصیت چقدر به درد مردم عادی میخوره و چقدر لازم میشه در تاریکی مطلق عکس بگیری نمیدونم. به پایان برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا تمام برنامه‌های کلیک وجود دارن برای تماشای مجدد. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. نظر و پیشنهاد و انتقاد و هر چی که دارید رو از این طریق به دست ما برسونید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.